موفقیت پیام امروز دیدار صاحب و ای دقدقه هر کدام یک ما و شما است در رابطه با ما هدفی که داریم. حالا رسیدن به هدف بدون تلاش میسر نیست. تلاش خود را، زحمت خود را داشته باشیم و در آغاز هم عرض کردم که ما همیشه باید دیدگاه مثبت داشته باشیم. منفی فکر نکنیم. اندیشه ما، فکر ما باید مثبت باشه. خب اینجا ما شکست خوردم، زمین خوردم. اما دوباره بلند شده و تلاشم منو موفق میسازه. هدفی که من پیش خود دارم میرسم. و همین امیدواری صبحتان یک بار دیگه به خیر. بخش پایانی برنامه پیشکش حضور شما میشه. جناب آقای رحیم الله دربندی فعال اجتماعی حضور دارن و صحبت می داشته باشیم در رابطه به نقش جوانان در جامعه که خیلی ها مهم است. صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت بخش همکاران بخش تکنیک شما و همه بیننده های خوب تلویزیون جهان نور. کمی لحظه ما را از طریق شبکه های تلویزیون جهانی نور تماشاگر هستند. امید دارم که یک صبح خوب و خوش را در کانون گرم خانواده و به دور از دغدغه‌های روزگار آغازگر باشند. سلامت باشین. جناب آقای دربندی صحبت داشته باشین در رابطه با نقش جوانان و خصوصا جوانای کشور خود ما افغانستان که فیصدی زیاد را تشکیل دهنده هستند در جامعه، تا چه اندازه او بوده است و چقدر مسئولیت پذیری کرده؟ به نام خدا، همه ما میدانیم که جوان حدی نایاب از جانب پروردگار است که اون جوان یک ویژگی از خود داره. اون ویژگی انرژی آن جوان است که در جامعه ما امروز آن انرژی جوان به دو شکل صورت میگیره. یک، انرژی آن جوان آن جوانی هستن که انرژی خود را در راه مثبت، نقش مثبت را به جامعه بازی میکنن که شامل تقوا، خدا ترسی، پشتکار، کمک به بزرگان است، دستگیری به یتیمان است. این باعث میشه که و عده‌ای از جوانهایی هستند که نقش منفی را در جامعه متاسفانه بازی میکنند. آن عده از جوانهایی هستند که چهار مشکل اساسی دارند. ابتدا علم، دوم فکر، سوم بخش جسمی، چهارم بخش جنسیت. آن عده از جوانهایی که من نقش مثبت را در جامعه بازی میکنند، اون جوانهایی هستند که همیشه وقت به دنبال تلاش و در مسیر خود حرکت میکنند، تلاش میکنند، صبر استقامت دارند تا به موفقیت دست پیدا میکنند و برای مردم رنجیده افغانستان خدمت میکنند. و آن عده از جوانهایی که نقش منفی را در جامعه بازی میکنند که همیشه وقت از دستشان کار بدی سر میزند، آن کار بد رشد را از انسان میگیرد. آن جوانی که کار بد میکند دیگر توان و قدرت رشد را از انسان میگیرد که اسم آن معصیت است. یعنی محال است که انسان با معصیت خدا رشد بکند. یعنی چه کسی با معصیت خدا رشد کرده است که من اون جوانی که میره نقش منفی را در جامعه بازی میکند من اون رشد بکنیم؟ معصیت خدا ظلم است. آیا اون جوانی که به عنوان جوان قشر روشن فکر جامعه میره ظلم میکند، چه کسی با ظلم رشد کرده که من اون جوان رشد بکنیم؟ واقعا امروز در افغانستان ما اگر بیم یک نظر بیاندازیم بالای سطح جوانا، ما امروز جوانهایی داریم که با مدارک تحصیلی بسیار بالایی از خارج و داخل کشور فارغ شدن. ولی متاسفانه اینجا که ما 50% بیم بخش جوانها را ملامت بکنیم و 50% بیم بخش حکومت داری را که یک زمینه فراهم نکردن که جوانها را بتونیم جذب بکنیم، بپذیریم. جوانها دیگر از کشورهایی که بیرون میرن و اونجا در مرزها هیولای دریاها میشن، هیولای جنگ میشن و جنگ اینا را میبرند. ما باید از این نابسامانی ها دیگر نجات پیدا بکنیم. تا چه وقت؟ تا چه زمانی نیازمند دیگران باشیم؟ تا چه زمانی ما بنشینیم که کسی بیاید ما جوان کمک بکنیم؟ وقتی ما انرژی داریم و صفت ما وقتی که بیان میشه من حیث یک جوان نیروی قدرتمند یک جامعه هستیم و چشم امید خرد و کلان بر ما مانده است. ما جوان ها نباید بشینیم و باید تلاش بکنیم و پیش برویم تا با مردم خود، با وطن خود خدمت بکنیم. همان قسمی که بزرگای ما رفتن از دوران جوانی مبارزه کردن، مبارزه خود را ادامه دادن تا به موفقیت دست پیدا کردن. لحظه ای که یک جوان بتونه به موفقیت دست پیدا بکنه، اون لحظه میتونه که ابتدا برای خود، برای مردم و برای تمام اجتماع خدمت گذاری بکند. بله. و دستگیری بکنه. حالا مسئولیت دو طرفه است، یک طرف حکومت و طرف دیگه خود جوانا. اون طرف حکومت زمینه سازی نکرده، تسهیلات فراهم نساخته و این طرف خود جوانا هم کمکاری داشتن دیگه. خب حکومت چه کار باید کنه؟ این طرف جوانا باید نقش خود را بفهمند دیگه، وارد جامعه شوند، خودشان شروع به کار کنند. دقیقا نکته خیلی مهم و ارزنده را اشاره کردی. ما وقتی که میم مزایا را دریافت میکنیم، باید به ابتدا ازی که بیم به یک تاریکی لعنت بفرستیم، اونجا یک شمع رو روشن بکنیم. وقتی که ما همیشه وقت بیم حکومت افغانستان را ملامت بکنیم، ما جوانا نباید این کار رو بکنیم. ما باید خلاقیت از خود نشان بدیم. وقتی ما با یک
بستی میریم پیشنهاد میشیم، باید یک خلاقیتی از خود داشته باشیم. و حکومت افغانستان در قبال جوان خود متاسفانه که آنقدر که باید کار میکن نکرده است. وقتی که ما میم سازمان حمایت از جوان برتر میه یک برنامه را برام اندازه که حمایت از جوانان برتر سال 1398، وقتی که من اینجا در حدود 1000 جوان اینجا اشتراک میکنه، از 1000 جوان 100 جوان از این انتخاب میشه، آنها انتخاب میشن که طرح و برنامه دارن به خاطر افغانستان، طرح و برنامه دارن به خاطر مشکلاتی که در افغانستان روان است. وقتی که 100 طرح از اینا قبول میشه، آن کسانی که قبول میشه طرح ارزنده دارن، های حکومت افغانستان در قبال این طرح همین جوان چرا بی توجهی میکنند؟ علت در کجا است؟ ما وقتی بیم دست به دست همدیگر بدیم و همین معضلاتی که صدر راه ما و مردم ما قرار داره، این به این معضلات باید دور بکنیم و تلاش بکنیم پیش بریم تا باشه که دیگر ما و سایر جوانایی که در افغانستان زندگی میکنن دیگر یاس و ناامیدی را نخوریم به خاطر از اینکه بریم ما همیشه وقت شکایت از حکومت خود بکنیم، همیشه وقت شکایت از مردم خود بکنیم، ولی نباید اول انسان خود را بسازد. وقتی که یک جوان خود را ساخت، چیزی از خود داشت، در همون مدارک تحصیلی خود تلاش کرد و میتواند که با یک موفقیت خیلی عالی دست پیدا بکند. مثل این سازمان که شما نام گرفتین، سازمان های دیگه را هم داریم که جوان ها از خود طرح دارن، برنامه دارن. اولا که این طرح باید به دست مقامات برسه و بعدش باید توجه صورت بگیره. فکر میکنین که توجه نشده در رابطه با این طرح هایی که حالا ارائه شده و به دست مقامات هم رسیده و خصوصا شخص اول کشور؟ اینجا ببینید، وقتی که یک جوان میاد طرح میده و ما شاهد از این بودیم که در اخیر سال 1397 به تمام ولایت افغانستان مشاورین رئیس جمهور سفر داشتند و طرحهای جوانا را گرفتن که ما این طرحها را در زمین کار و اشغالزایی ما تطبیق میکنیم. ولی متاسفانه برنامه بسیار کلان به خود کابل خیمیل جوگه برگزار شد که از 34 ولایت جوانا دعوت شده بودن و هر کدام طرح و برنامه خود را داشتن و اینا همه منسجم شد. ولی این که نتیجه چی شد، آیا تطبیق میشه و یا شده طرحها و برنامه ها، معلوم نشد. دقیقا یگانه مشکلی که مردم افغانستان داره متاسفانه این است که همیشه وقت به دنبال ازی هستن که بتونن مردم را به کدام بهانه ها فریب بدن. ولی من امیدوار هستم که مردم افغانستان و به خصوص جوان ها امروز خود را شناختن، آگاه شدن. وقتی یک طرح را از جوان و از ملت افغانستان میگیرن، باید به مو وعده و وعیدی که قولی برای مردم افغانستان میدن، باید بر از اونها وعده سپرده شود و بر اونها عمل شود، کار شود تا بتونن یک به دقیق تا بتونن. حالا جناب دربندی، این طرف مسئولیت خود جوان ها را هم مد نظر داشته باشیم. تنها رفتن و اپلای کردن یک بس مطرح بس نیست دیگه، درست؟ دقیقا. وقتی ما در بدنی حکومت، در بدنی دولت ما وظیفه پیدا نکردیم، خود ما باید این توان را داشته باشیم که اشتغال زایی کنیم، خود ما بر ما کار ایجاد کنیم، خود ما وارد جامعه شاییم. ما از مسئولیت جوان در جامعه و در اجتماع صحبت میکنیم. این کارها را جوانهای ما انجام دادن یا نه؟ دقیقا. شما ببینید که امروز وقتی یک جوان میره به طرف از اینکه ابتدا بیاموزد، بعد بیا شغل زایی بکند، یک طرح و برنامه دارد، همیشه وقتی به تشویق ضرورت دارد. ولی متاسفانه به افغانستان همین تشویقی هم وجود ندارد که یک خواهر و برادری که میاد، یک جوان وقتی یک طرح داره، برنامه داره، به خاطر اشغال یک کار و شغل زایی میکند، تشویقی ندارد. شما ببینید به ولایت های مزار، بدخشان و طرف هلمند، اینجا همه جوان هم یک خلاقیت از خود نشان دادن، حتی تیارهای را ساختن که وقتی اینها تشویق نشن نمیتونیم که ما رشد بکنیم. و اما قسم که امروز ما جوان ها وقتی که بیاییم مسئولیت پذیر شویم در قبال جامعه ما و به عنوان جوانان قرن 21 مسئولیت داریم در قبال جامعه، که تا دیگر هیچ دختری در چاه محرومیت محوه نشود و هیچ فرزندی دست به انتخاب تفنگ نزند و هیچ مادری از آوردن کودک خود به دنیا شود. و این مشکلاتی که امروز در افغانستان متاسفانه جریان دارد، ما همین جوانان را مقصر به این میدانیم که همیشه وقت امید بر دیگران داشتند که ما باید کسی بیاد دست ما را بگیره. نه، ما باید خود را خود ما بسازیم. اگر خود ما خود را نسازیم، مجبور است که کسی دیگر بیاد ما را باز بسازد. بله بله، سلامت باشین جناب دربندی. در پایان پیام گفتنیتان چی برای حکومت و چی برای جوان ها چیست؟ پیام در اخیر، پیام همین است که ما واقعیت به عنوان جوانان قرن 21 پیشتر هم اشاره کردیم که کوشش بکنیم لبخند را به مکتب های افغانستان بیاریم.
زندگی را به خیابان‌های افغانستان برمغان بیاوریم که مردم امروز خیلی در بدبختی قرار دارند. و پیام دیگری است که همدلی و یک پارچگی و همبستگی را حفظ بکنیم، قوت و وحدت خود را حفظ بکنیم و تلاش بکنیم. و پیام ما به حکومت افغانستانی است و بخصوص به مقامات بلند پایه که در قسمت جوان خود امروز توجه بکنند، هم از برادران و خواهران ما که باید همان طرح ها و برنامه هایی که اینا دارن، همان خلاقیت هایی که دارن، اینا رو تشویق بکنن، اینا پیش برن تا باشد که یک افغانستان عاری از همه بدبختی ها داشته باشیم و بتونیم به سوی ترقی و پیشرفت دست پیدا کنیم. ان شاء الله. جناب رحیم الله دربندی، آگاه اجتماعی، سپاس از حضورتون. سلامت باشید.